کاتیا خیلی خوشمزه بود، ممنون. نوش جونتون. سمر هنوز خوابه کاتیا؟ نه خانوم، بیدارن. گفتن صبحانه رو ببرم اتاقشون، منم بردم. چرا نیومد سر میز بخوره؟ حالش بده؟ فکر نکنم. دیشبم اصلا حالش خوب نبود. خیلی سعی کرد به روی خودش نیاره، ولی متوجه شدم خیلی بیحال بود. نه عزیز دلم، تو اشتباه برداشت کردی. ولی یه لحظه صبر کن، بهتره برم بهش سر بزنم. صبر کن. میخواستم سینی رو بردارم. بعدن بیا بردار. باشه خانوم. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر. قرار خودتو تو همین اتاق زندونی کنی؟ نمیتونم تحمل کنم اینجوری عاشقانه به همدیگه نگاه کنن. نمیتونم عشق نهال و نسبت به مهند ببینم و حرفای مهند رو گوش بدم. باید بودی و میدیدی تا خوشحال بشی عزیزم. با یه جمله من عروسی و یه ماه عقب انداختم. زحمت کشیدی، فقط یک ماه. حالا تا یه ماه دیگه یه بهونه دیگه پیدا میکنم و عروسی رو تا پاییز عقب میندازم. بعدش دوباره واسه بهار و یه بهونه دیگه تا تابستون سال دیگه. دیگه تا اون موقع مهندم دستش رو شده. مهند فرار میکنه و این ازدواج تو آب غرق میشه. من دارم واسه تو تلاش میکنم، پس خواهش میکنم قیافه نگیر. عدنان فهمید بچه رو انداختم. من از اولشم باور نکردم که حامله نبودی. کار خوبی کردی که انداختیش. ولی آخه چرا به عدنان گفتی؟ من نگفتم، خودش فهمید. بعدشم مجبور شدم همه چی رو بگم. همه چی دوباره خراب شد. نمیدونم چجوری درستش کنم. بگو ببینم چی شده. یه ویلای خوب پیدا کردم ولی دوره. نه داخلش خیلی قدیمیه، ولش کن. چند روز پیش یه ویلای دیگه‌م پیدا کردم. صبح بخیر. نیومدی سر میز، فکر کردم حالت خوب نیست. نه عزیزم، من حالم خوبه. چیه؟ لپتاپ جزء وسایل روی میز شده. میخواستم عکس کشتی رو که قراره باهاش بریم ماه عسل رو بهت نشون بدم، ولی الان داریم دنبال یه ویلا میگردیم. اینو نگاه کن، این هم قشنگه ولی فکر کنم حیاتش کوچیکه. اگه من به جاتون بودم دنبال یه آپارتمان میگشتم. نمیشه مامان، آخه قراره خانواده سلیمانم باهاشون زندگی کنن. میخوای امروز بریم دنبال خونه بگردیم؟ نمیدونم، بستگی داره چقدر کار داشته باشم. نه حال، میبینم که خیلی مهند رو عوض کردی. مهند قبل از نامزدی با الان قابل مقایسه نیست. یه دفعه احساس مسئولیت بهش دست داده. نه حال یه کاری کرد که من چشمامو بیشتر باز کنم. قراره با اون ویلای لب ساحل چی کار کنی؟ راست میگه مهند، میخوای چی کار کنی؟ نظرت چیه یه بار با هم بریم اونجا؟ واقعا خونه خیلی قشنگی، منظره قشنگی هم داره، خیلی دنجه. نه اونجا خاطرات خوبی ندارم، میخوام اونجا رو خالی کنم. نه بذار باشه، خونه قشنگیه. بعد از ازدواج هر وقت حوصله‌مو سر رفت میریم اونجا. نه حال، من اصلا از اونجا خوشم نمیاد. حتی نمیخوام چشمم از دور بهش بیفته. داره دیرم میشه، بهتره برم. خداحافظ. خداحافظ عزیزم. با اجازه. خداحافظ. واقعا حیفه، خونه قشنگیه، دلم نمیاد بفروشتش. سمرم اونجا رو دیده، به من اینجوری نگاه نکن. به نظرم بهتره نهال همه چی رو بدونه. اون قیامتی که به پا شد فقط به خاطر اون برگی جریمه بود. رفتن سمر به اونجا به وسیله همون برگ لو رفت. مامان خواهش میکنم ساکت باش، نهال ناراحت میشه.
یعنی حرفای هرمیونال واقعیت داشت؟ تو واقعا رفته بودی اونجا؟ سمر حرف بزن، براش توضیح بده، وگرنه نهالم میخواد بعد برداشت کنه. من دیگه حوصله ندارم در مورد این موضوع حرف بزنم. پس من حرف میزنم. سمر فقط به خاطر تو رفت اونجا، به خاطر اینکه از تو محافظت کنه، چون فکر میکرد مهند اونجا با یه زن قرار میذاره. واقعا مسخره است. چجوری بهش شک کردی با اینکه از رابطه ما خبر داشت؟ عزیزم، نمیشه با چشمای بسته به کسی اعتماد کرد. میدونی مهند قبل از اینکه با تو نامزد کنه چه کارایی میکرده؟ با صدها دختر رابطه آنچنانی داشته. اینا همش واسه گذشته است. مهند دیگه اون مهند قبلی نیست. عزیزم، ما هممون یه همچین چیزی رو آرزو میکنیم، ولی به نظرم مهند هنوز همون آدمه. ولی نظر من این نیست. من اونو خوب میشناسم، عشقش هم باور دارم. سمرم به خاطر اینکه از این موضوع مطمئن بشه به اون خونه سر زد. به خاطر تو بود که اینقدر بهم اهانت کردن. کافیه، بهتر موضوع عوض کنیم. سرم درد میکنه، دیگه نمیخوام بهش فکر کنم. خب اونجا چی دیدی؟ نه، حال خواهش میکنم تمومش کن. کسی پیشش بود؟ نه. خواهش میکنم، کسی رو دیدی؟ گفتم که نه، مهند رو اونجا ندیدم. وقتی رسیدم کسی اونجا نبود، خودشم نفهمید که من اونجا بودم. در موردش باش حرف نزدم. بهترم از که چیزی ندونه. ببین نهال، اصلاً بروش نیار. سمر به اندازه کافی از این داستان لطمه خورده، اونم فقط به خاطر تو. بهتر دوباره تکرار نشه. پاتیا، برامون چای بیار. الان براتون میارم. من نمیخورم، دارم میرم بیرون. بله خانم. نکنه به خاطر حرفایی که شنیدی دلگیر شدی؟ نه، میخوام برم دکتر، بعدش میخوام برم نمایشگاه لباس عروس، خیلی کار دارم. آخه یه دفعه رنگت پرید، فکر کردم ناراحت شدی. معلومه که ناراحت شده، نباید اینو بهش میگفتیم. قبول کن که اشتباه کردیم. نه، خوب شد که فهمیدم. ولی مامان درست نیست اونو یاد مهند قدیم بندازیم. فقط میخواستم تذکر بدم که چشاشو باز کنه. معلومه چی میگی، اونا دارن ازدواج میکنن. منم به خاطر همین نگرانشم. نهال، این نصیحتو از من قبول کن. تا مهند و کامل نشناختی باهاش ازدواج نکن. باورم نمیشه شما دارین این حرفو میزنی. خودتون منو تشویق میکردی. درسته، من تشویقت کردم، ولی نگفتم یه دفعه بزنه به سرتو ازدواج کنی. عروسی رو عقب بنداز و فکراتو بکن. ازدواج که بازی نیست. اگه درست در موردش فکر نکنی پشیمون میشی. فیروزه خانم، ما قرار نیست راجع به فلسفه ازدواج صحبت کنیم. اگه یکی بخواد با کسی که دوستش داره ازدواج کنه، موضوع فرق میکنه. نه، این درسته. مگه با چند نفر آشنا شدی؟ چند بار عاشق شدی خانم؟ چه جوری میتونی خودتو با مهند توی ترازو قرار بدی؟ اصلا مهندو ولش کنیم، تو خودت چقدر به خودت اطمینان داری؟ من به هر دومون اطمینان دارم. ما با هم خوشبخت میشیم. همه ما دوست داریم که خوشبخت بشی. پس مامان خواهش میکنم دیگه در این باره حرفی نزن. لطفاً از دست مامانم ناراحت نشد. نه، ناراحت نشدم. میخوام برم بیرون، باید برم دستم رو باز کنم. خدافز. 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 نه حال عزیزم، از دستم ناراحت نباش، به خاطر خودت گفتم. این چه حرفیه؟ معلومه که ناراحت نشدم. معلوم هست چی کار میکنی؟ آخه چرا اینقدر بهش فشار آوردی؟ مگه تو خودت ازم کمک نخواستی؟ خواستم، ولی چرا اینقدر بی مقدمه وارد شدی؟ تو کار من دخالت نکن، خوب میدونم دارم چی کار میکنم. وقتی میگم ازدواج نمیکنن، یعنی نمیکنن.